برگشتیم در ادامه صبح آرزو. در بخش پزشک قرار داریم. قسم که همکار مرغوب جان در شروع برنامه گفت که امروز دکتر صاحب محب الله نظری با ما میپیوندند. در ادامه برنامه خوشبختانه در کنارم هستند که قرار است در مورد سوختگی صحبت بکنیم. البته در برنامه های قبلی هم دکتر صاحب در این مورد حرفای را داشتن. امروز مختص سوختگی های است که قصدن انجام میشه، یعنی کسی خدای نخواست اگر خودکشی میکنه باید کدام تدابیر ما شما بگیریم. سوختگی هایی که در کشورهای دیگه اتفاق افتاده، آمار و احصایش و ای که کدام پیشگیری ها و کدام وقایع ها میتونه در عمل سوختگی الزامی باشه، شما بیننده باشین. دکتر صاحب خوش آمدین، صبحتون بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح تمام بینندگان، صبح تمام همکارا بخیر باشه. قربانتون، کدام سوختگی ها تداوی داره؟ سوختگی ها در مجموع تداوی میشن. حتی در سابق سوختگی هایی که میری را مکمل از بین می برد و اشخاص افرادی که درگیری سوختگی میشد یا هم استرکچرها یا مشکلاتی که در میری با وجود می آمد و از اون باعث از باعث سوی تغذی افراد اشخاص فات میکرد، فعلا تمام از این ها تداوی میشن. از خیرات سر جراح هایی که در دنیای خارج میکنه یک مقدارش به ما میرسن. فعلا تمام سوختگی ها، تمام انواع سوختگی ها تداوی میشه. با استثنای حالاتی که عمود قلب شخص صحنه فوت میکنه، غیر از تمام از یا سوختگی ها تداوی میشه. بعض سوختگی ها قسمی باشه دکتر صاحب که به منظور خودکشی و آسیب زدن به خود انجام میشه. وقتی داد کسایی که به علت های مختلف ناراض میشن از زندگی یا هم کدام جدال را انجام میدن یا تیزاب میخورن و هم خودشان را آتش میزنن، وقتی که با این سوختگی رو برو میشیم چی کار را انجام بدیم؟ متاسفانه که در مرکز آسیا در سال 2004 یک احصایه گرفته شده بود، 1,00,000 نفر به قصد خودکشی از میتود سوختگی استفاده کرد که در او 1,00,000 نفر 30,000 نفرش متاسفانه مرگ و میر داشته. اشخاصی که قصدی میکنه کارهایی که ما در جای عاجل میکنیم، هرچی عاجل از قسمتی که سوختگی است باید فاصله بده میشه. غیر از اون میتونم سوختگی که اوجا وجود داره سوختگی های کیمیاوی هم باشه. در سوختگی های کیمیاوی هرچی عاجل مثلا اسید میخوره ما برش انتی اسید باید توصیه بکنیم. اگر یک کسی چیزی میخوره که مکمل میریشه سوراخ میکنه، هرچی عاجل به شفاخانه باید انتقال داده شوه و از ادامه از اون سوختگی جلوگیری شه. اگر سوختگی ها دست 45 درجه حرارت بلندتر باشه سوختگی با وجود میاره. در خانه اکثرا شاول شفاخانه تفلک خورده آورده بود، پایش مکمل سوخته بود، کرم دندان گرفته بود چرب بود. کرم دندان برای لو یک سوختگی را دوا نمیکنه، میتونه شدتش را بیشتر بکنه. از یعنی استفاده خوبتر کردن از کریم دندان خوب نیست؟ گپ معمول شده اما گپ خوب نیست. به جای از اون میتونه از آب سرد استفاده کنه. آب سرد میتونه چندین خاصیت خوبه داشته باشه. یکی از عمق سوختگی جلوگیری میکنه. عمیق دیگه نمیمونه، اون مقدار که گرم شده بود حجرات دیگه ای که به اساس از گرمی انتقال میکنه اون رو جلوگیری میکنه. دردش آرام میکنه. این میتود بسیار خوب است تا از اینکه کرم دندان استفاده شه. غیر از پمادهش در بازار وجود داره، از پماده استفاده شه. اما سوختگی هایی که به منظور خودکشی میشه اکثرا مردم از سوختگی های کیمیاوی استفاده میکنه یا بعضا نخواسته از سوختگی های کیمیاوی، مواد کیمیاوی و مواد سفید کننده در داخل تشناب ماندگی است، بعضی ها نفع میده او را میگیره نوش جان میکنه. وقتی که را خورد این میتونه در آینده مشکلات ببار بره. از جمله مشکلات راه خروجی میده را بند میکنه که به نام موثر پایلور یاد میشه. اون موثره که بند شد شخص چیزی خوردن نمیتونه. وقتی شخص چیزی خوردن ندانست آهسته آهسته وزن خود از دست میده. وقتی وزن خود از دست داد میتونه طرف یک سوی تغذی، سوی تغذی میتونه طرف مرگ بکشانش. که خوشبختانه در این بخشا کسی اگر میکنه مشکل داشته باشه میشه از طریق جراحی تداوی های بسیار خوب مدرن پیشنهاد میشه برش و میتونه به زندگی عادی خود برگشت کنه. حتی اگر میریم به شکل مکمل سوخته باشه فعلا در تداوی جراحی های امروزی تحت مزار شریف ما شما از رودش میگیره مکمل میاره در بل اون وصل میکنه میری رو طرف میمونه اجازه استفاده نمیشه، میتونه شخص به زندگی عادی خود برگشت بکنه. یعنی بعد از اینکه تداوی هم شد دکتر صاحب احتمالات خطر در آینده ها وجود داره یا خیر؟ یک تعدادش مشکل داره. مثلا یک کسی یک استرکچر دستش به شکلی مانده از باعث سوختگی راست نمیشه. در جریان تداوی میتونه که جراحی که را عملیات میکنه یک عصبش درگیر آفت شو یا شریانش درگیر آفت شو درگیر نمی جریان یا هم کوتاهی به وجود بیاد میتونه بعضا بخیم دست کاملا حرکاتش از دست بده یا هم پای درگیر آفت شده باشه. بعد از اینکه شخص سالم و صحتمند شد حرکات دست دوباره برگشت یا میری را گرفت میرم
در چند روزی بعد از عملیات میتونه که اختلاط بده. بعد از اینکه 3 سال آمد از شفاخانه رخصت شد، اختلاطاتش بسیار نادر است، بسیار کم میباشه. یعنی در آینده ها هم کدام مشکل پیش خواهد کرد به این اگر مریض؟ دوباره استفاده نکنه مشکل پیش نمیکنه. اگر دوباره درگیر آفت شوه میتونه مشکل بیشتر از اون، بخاطر اینکه میری اگر درگیر آفت مواد کیمیایی شده باشه، روده به مراتب مقاومتش از میری که بسیار کمتر است، در صورتی که اگر دوباره استفاده بکنه میتونه باعث مرگش شوه. بله. در شروع برنامه قبل از اینکه ما به لایف بریم معلومات در مورد کشورهای هم دادین دکتر صاحب که در روی آمار سوختگی بیشتر هست. ببین بپردازین که در رده‌بندی جهانی و در بین مثلا کشورهای آمریکایی و آفریقایی و آسیایی کدام کشورها زیادتری آمار را میده؟ مرکز آسیا بلندترین آمار مرگ و میره از باعث سوختگی یا سوختگی خواسته البته بیشترین ایره داره. مرکز آسیا در صورتی که ما در سر عمومیات گپ بزنیم باز در جاهایی که مثل کشور ما واره هیچ احتیاط یک کسی میره لاین برق قدس میزنه هیچ نوع چیز محافظتی نداره یا میتونه آفات واقعاتش بلندتر باشه. اما به اساس سوختگی خواستگی که به منظور خودکشی مرکز آسیا بلندترین آمار در سطح دنیا داره. بعده تشکر میکنم دکتر صاحب، خسته نباشین. سلامت. تشکر.